اون سالی که ما مسابقات قوی ترین مردانه برگزار کردیم 3 تا 4 تا باشگاه تو کل تهران بود، یکیشو میتونم بگم به جرات نادری توی جمهوری بود. درسته. بعد از برنامه قوی ترین مردان به 2 سال 3 سال نکشید 700 تا باشگاه تأسیس شد تو تهران، یعنی خیلی تاثیر داشت، اصلا رشد خیلی بالایی داشت، یعنی تاثیر برنامه قوی ترین مردان بود 100%. بعد اصلا همین قوی ترین مردان باعث شد که مثلا اون زمان رو نمیدونم شما یادت میاد یا نه، یه ذره مثلا پرشنده و سخت میگرفتن، بچه‌ها تو زیر زمین تمرین میکردن، یواشاش کلا آزاد شد، گفتن آقا جان ما دیگه به عنوان قوی ترین مردان داریم تمرین میکنیم، پرشنده نیستیم. حالا من خدای نکرده سوء تفاهم نباشه، الان که پرشنده ما همشون ماشاءالله دیگه مدالای جهانی دارن، باعث افتخارن. متاسفانه فدراسیون به علت اینکه اسپانسرای خیلی بالایی داشت میخواست کلا زیر نظر خودش بگیره و فقط خودش هدایت کنه این رشته رو.